بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اليه مسائر الخلق و عواقب الامر نحمده على عظیم احسانه و نیر برهانه و نوامی فضله و امتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن مولانا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: قد ارعدوا وابرقوا وما هذين الامرين الفشل ولسنا نرعد حتى نوقع ولا نمطر ولا نسيل حتى نمطر. خطبه نهم از نهج البلاغه. در این خطبه امام علیه السلام با یک مثال، یک واقعیتی که در جوامع بشری وجود داره، امام علیه السلام با یک مثال این رو بیان کرد. عنایت دارید خصوصا در فصل بهار که آسمان ابرهای زیادی میان و اینها با هم تلاقی میکنن و در اثر تلاقی آسمان قرشی داره و بعد برقی میزنه و به دنبال اون بارانی میباره، این یکی از نشانه های خداست. خدای متعال در قرآن مجید از این رعد و برق به عنوان نشانه و آیت یاد میکنه. توضیحی رو من عرض بکنم راجع به این مسئله. این ابرها وقتی با هم تلاقی میکنن، این صدای قرش در اثر اون تلاقی ابرهاست که ابرها مختلفن، یک جور نیستن. بعضی از ابرها باردار هستن و بارشون هم سنگینه، در هوا انسان مشاهده میکنه ابر سیاهی میزنه. گاهی در فصل زمستان ابر در حقیقت برف میباره، یعنی آب در اثر سردی فضا منجمد میشه. انجمادش هم دو صورته، گاهی به صورت برف میاد، گاهی به صورت تگرگ میاد. اینا رو ما از بس مشاهده کردیم برامون آسان شده. اما حالا یه نکته رو عرض کنیم، بد نیست. عرض می شود که خدای متعال در سوره مبارکه نور می فرماید که ما از در آسمان جبالی داریم، کوههایی داریم، من برد. کوه، جبال جمع جبله، یعنی کوه، کوه یخ. کوه یخ، یکاد سنا برقهی نذهب بالابصاری. کوه یخ، خب کوه یخ چطور تو آسمونه؟ جاذبه زمین معمولا جذبش میکنه دیگه، نمیذاره بمانه. ابرم که میبینید در آسمان میمانه چون سبکه، به مجردی که تبدیل به آب شد، یعنی بخار دیگه ابر. این بخار وقتی به هوای سرد برخورد میکنه تبدیل میشه به آب، تبدیل میشه به آب دیگه. شما آب سماور رو میبینید وقتی بخار میکنه میاد بالا، به سقف سماور که میرسه، به این بالای سماور که خونکه، تبدیل میشه این بخار به آب، فرو میرسه. چطور کوه در آسمانه؟ عرض میشود برخی از مفسرین این آیه‌ای که در سوره مبارکه نور هست
گفتن این جبال من برد همین تگرگیست که نوعاً تو فصل بهار معمولاً تگرگ میاد و گاهی هم میاد محصولات بهاری رو از بین میبره این تگرگ ها. قد و قوارش هم فرق میکنه، بعضی ها ریزه، بعضی ها به اندازه فندقه، بعضی ها تگرگ ها. من یادم به اندازه گردو بود سابقا میامد تگرگ در قوم، من خاطرم هست. این طور معنا کرد. اما اینکه کوه در آسمان باشه، من خاطرم هست حدود 30 سال قبل این رو روزنامه های عربستان نوشتن، یک قطعه یخی از آسمان افتاد پایین در عربستان نزدیک جاده افتاد، 1 کیلومتر در 1 کیلومتر بود قطعه یخ. روزنامه نوشتن، الان شما میتونید تعقیب بکنید، اون هست تو فضاها هست ببین. و این از معجزات قرآنه که جبال من برد، کوههایی از یخ، جبال من برد. علایال من بحثم این نبود، این رعد و برق و به دنبالش باران اینا از نشانه های پروردگاره، چون این ابرها میدونید مثل فاز و نل میگن، بله درست میگم، اینا وقتی به هم برخورد میکنن هم صدای قرش و هم برق تولید میکنن، و گاهی این برق هم تو بیابان اگر کسی باشه بالا بلندی باشه اینا گاهی اصابت بکنه، صاعقه بهش میگن، این انسان از بین میبره گاهی. بعضی از سالها اخبارشو میشنوید که برخی از افراد در اثر صاعقه جان دادن. در هر صورت این یک تشبیهیست امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه نهم کردن، میفرمایند که قد ارعدو و ابرقو و معها وین الامرین الفشل. گاهی در فصل بهار، شاید در پاییز هم این اتفاق بیفته، آسمان قرش داره، قرش داره و برقم میزنه، بارانم پشت سرش باران مفصلی هم میاد، گاهی اینطور، و گاهی قرش داره آسمان، برق هم میزنه اما به دنبالش باران نیست، هیچ خبری نیست. این یه تشبیهه، یعنی یک امر محسوس رو حضرت، یک امری که ما میبینیم این رو در خارج، تشبیه کردن به چی؟ بعضی از اوقات شما میبینید برخی از افراد اثباتشون خیلی سر و صدا داره، سر و صدا میکنن راجع به یه چیزی، فریاد میکنن، وقتی انسان میره به واقعشون هیچی نیست، هیچ خبری نیست. حضرت این رو تشبیه کردن به اون قرش آسمان و برق آسمان که به دنبالش باران نیست، هیچ خبری. اما بعضی از قرش ها و برق ها به دنبالش بارانه. حضرت می فرماید مردم یه عده اینطوری هستن، قد ارعدو و ابرقو، اینها رعد دارن، برقم دارن، و معها ذین الامرین الفشل. فشل میگن فلان چیز فشل شد، یعنی سوس شد، بعد هیچ خبری نیست. اما اگر از ما سوال میکنید، حضرت میفرمند که ولسنا نرعد، لسنا نرعد و نبرق حتی، ما قرش نداریم حتی نوقعه، مگر عمل بکنیم بدون بالش، ولا نسیل حتی نمطره، ما سیل را نمی اندازیم مگر اینکه بارانی باشه. یعنی ما در خلاصه در یه جمله من عرض بکنم، این تشبیه خیلی تشبیه زیباییه و شاید اولین کسی که در کلامش
این تشبیه زیبا راجع به انسان‌هایی که دو دسته هستن، برخی ثبوتشون بیشتر از اثباتشونه، بعضیا اثباتشون و تظاهرشون خیلی زیاده اما در واقع عملشون هیچ نیست. این یک تشبیه زیبایی است که گاهی رعد است و برق اما هیچ باران دنبالش نیست، ولی گاهی نه، رعد و برقی است که برکاتی به همراهش هست. اون برکات باریدن باران و سیراب کردن زمین و روییدن گیاهانی که از ثمرش انسانها و از خود گیاهان حیوانها بهره میبرند. حالا بیایم سراغ دین. این ضرب المثل حضرت. آقا دینم هم همینطور. بعضیا تظاهر به دین میکنن، تظاهر میکنن اما واقع توش نیست، خالیه، واقع خالیه. یه تیکه تاریخی رو من به مناسبت همین جریان عرض کنم، شنیدنیه این تیکه تاریخ. بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه سال 61، کم کم و واقعه حره در مدینه، کم کم حکومت یزید رو به ضعف رفت. یعنی کارای کرد یزید دیگه، مثل قتل عام مردم مدینه و بعدم فرستادن مصرف ابن عقبه، مسلم ابن عقبه، میگن مصرف ابن عقبه، برای تخریب بیت الله الحرام، تخریب بیت الله الحرام، کم کم حکومت یزید رو به ضعف رفت. عبدالله ابن زبیر که در مکه بود، در مکه و اونجا رو رفته بود پناهگاه قرار داده بود، چون خدای متعال راجع به مکه یه تعبیری داره میفرماد و من دخله کان آمنا، لذا یکی از محرمات احرام این است که شخص محرم حق نداره سلاح با خودش ببره اونجا، حق نداره سلاح، یکی از محرمات احرام. ایشون رفته بود اونجا که کارش نتونن بکنن. دیگه نمیدونست که بنی امیه اینها هیچ حرمتی قائل نیستن، هیچ حرمتی. و مآل امرش حتما شنیدید، حجاج ابن یوسف ثقفی سال 72 هجرت آمد مکه رو محاصره کرد، روی این کوه ابو قبیس منجنیق هایی رو گذاشت. منجنیق سابقا مثل حالا چیزای امروز توپایی که پرتاب میکنن، یه چیزایی بوده توش سنگ میگذاشتن و پرتاب میکردن، حالا چجوری پرتاب میکردن نمیدونم، اما به هر حال بوده. رو کوه ابو قبیس سوار کرد و این سنگا رو پرتاب کرد، خانه خدا خراب شد، آتش ریختن، پرده خانه خدا سوخت، یه بساطی. بعدم عبدالله بن زبیر رو به طرز فجیعی کشتندش، کشتن، سرشو بریدن، جسدشو زدن تو مکه بالای دار. اونقدر بالای دار موند که مادرش اسماء ذوالنطاقین زن ابوبکر باید عبور کنه، گفت اما آیا وقتش نرسیده این راکب رو از مرکوبش بیارید پایین؟ آوردنش پایین، خواستن قسلش بدن، نمیشه، یعنی جسد متلاشی شده، همونطور توی پارچه پیترش تو قبرستون مالمالا دفنش کرد. حالا اینو میخوام عرض بکنم که گاهی رعد و برق هست اما واقعیت هیچی نیست، باران نیست، هیچی نیست. حالا ملاحظه بفرمایید، ایشون در مکه وقتی حکومت یزید رو به ضعف رفت و سال 64 یا اوائل 65 تو ربیع الاول یزید هلاک شد، ایشون ادعای خلافت کرد، یه عده‌ای هم باش بیعت کردن الا شامی ها، مردم شام زیر بار نرفتن، بنی امیه اونجا بودن زیر بار نرفتن و الا حجاز و عراق و اینا همه تسلیم ابن زبیر شد. منتهیش کسانی بودن در مکه این رو ماهیتشو میشناختن، میدونستن این آدم لایقی نیست، شایسته برای اینکه زمام امور مسلمون ها رو به دست بگیره این شایستگی رو نداره و لذا از بیعتش سر باز زد. یکی از کسانی که در مکه بود و با ابن زبیر بیعت نکرده بود پسر عمر ابن خطابه، عبدالله ابن عمر ابن خطاب، با ایشون بیعت نکرد.
ایشون هم دنبال این بود، چون بالاخره یه آدمی بود از نظر موقعیت اجتماعی یه موقعیت خوبی داشت، بایستی بیعت میکرد تا این کارش بگیره. خلاصه هر کاری کرد، شخص فرستاد واسطه کرد، نپذیرفت. ایشون نپذیرفت که با ابن زبیر بیعت بکنه، نپذیرفت. آمد متوسل شد به همسرش. عبدالله ابن عمر یکی از همسرهاش خواهر مختاره، خواهر مختار همسر عبدالله ابن عمر. آمد رفت پیش خواهر همسر عبدالله ابن عمر، بهش گفت که خب این شوهر تو چرا با من بیعت میکنه؟ دیگه از من بهتر کی تو این مکه؟ تو این من بهتر از یزیدم، من بهتر از این مروانی ها هستم. میبینی من عائذ البیتم، میبینی که من روزا رو روزه دارم، نماز میخونم تو خانه خدا. یه کاری بکن، این همسرت با من کنار بیاد و بیعت بکنه با من. گفت خیلی خوب، من درست میکنم. خیلی باش صحبت کرد و ترغیبش کرد به این که وادار بکند و بیعت بکنه با عبدالله ابن زبیر. عبدالله ابن عمرم تو مکه بود، عرض می شود که روزها رو روزه می گرفت و شبها می آمد مسجد الحرام و نماز مغرب و عشاشو می خوند، می آمد منزل. همسرش هم یک افطاری براش تهیه کرده بود، می شست افطار می کرد. یکی از شبها آمد منزل عبدالله ابن عمر، دید یک افطاری جانانه ای امشب همسرش براش درست کرد، انواع غذاها رو تو اون سفره افطاری چیده. خب گاهی میبینید یک حرکتی، اونم حرکت نو نبوده، این یه پیامی داره. نشست و افطار کرد و بعد از همسرش تشکر کرد، گفت از این افطاری که امشب درست کرده بود، شما هیچ وقت این کارها رو نمی کردی، چطور شد امشب این افطاری خیلی مناسب رو برای من تهیه کرد؟ گفت من یه خواهشی دارم، این افطاری درست کردم برای یه خواهش. گفت چیه؟ گفت خواهشم این است که با عبدالله ابن زبیر بیعت کنی. خب تو میبینی آیا این بهتره یا یزید؟ این بهتره یا مروان بن حکم؟ خب بیا باش بیعت کن، کارو تمام بکن، بهتر از اینه که مروانی ها بیان سر کار. خوب که حرفاشو زد، بهش گفت که یادت هست زمان معاویه؟ معاویه از شام که می آمد حج، مثل امروزی که افراد متمکن وقتی سوار اتومبیل میشن، اتومبیل های جدید و اتومبیل های پیشرفته و اتومبیل هایی که از خارج آمده گران قیمت، اونایی که متمکنن از این طور اتومبیل ها سوار میشه. در سابقم چیزهایی که تو جامعه اون روز بوده، مثلا یکی از چیزهایی که خیلی قیمت داشته شترهای مقرمز بوده. شترهای مقرمز قیمتش گرانتر بوده. یا اسبهایی که این اسبها خیلی از نژاد خوبی بوده، اینا قیمت داشته. یا بیشتر برای حمل و نقل در گذشته از شتر استفاده می کردن و از قاطر. قاطر که قرآن از قاطر تعبیر بغل میکنه، بغل قاطر. برای بارکشی قاطر هم از شتر و هم از اسب بهتره. معاویه خب وقتی میامد مکه اینطور به این سادگی که نمیامد، با یه تشکیلات مفصلی میامد. چقدر همراه داشت، چقدر این قاطرهایی که اینها قاطرهای از نژاد خوب بودن و اینا قاطرهای به اصطلاح سلطنتی بودن، اینها هم اسقالشون رو هم بارهاشون رو حمل داشتن، بارهاشون رو عرض می شود و هم خودشون سوار بر این قاطرها می شدن، می آمدن مکه می آمدن. خب مردم که همه این امکانات رو نداشتن، نوعا مردم با شتر جا به جا می شدن یا با یک حیوانات معمولی،
وقتی معاویه از شام میامد حج و خودش و دار و دستش اطرافیاش بر این قاطرها سوار می شدن و می رسیدن مکه، مردم جمع می شدن تماشای این قاطرها رو می کردن. اون قاطرهای نمونه ای بودن اینا. عبدالله ابن عمر به همسرش گفت که یادت هست معاویه حج می آمد، من و تو مکه بودیم و وقتی می آمد حج، حجاجی که در مکه بودن جمع می شدن قاطرها رو تماشا می کردن، یادت هست؟ گفت بله. گفت ایاها ابن زبیر یطلبو به صلاتهی و سیامه. این نمازهایی که عبدالله ابن زبیر تو مسجد الحرام می خونه، این روزهی که می گیره، این عائض البیتی که هست، این نمازا و روزها برای رسیدن به اون قاطرهاست. عنایت فرمودید. این نمازا رو میخونه به اون قاطرها برسه. گاهی دین توش خالیه، واقعیت نداره، اما این زرد و برق و این حیاهو مثل این صدای قرش آسمانی که به دنبالش هیچ بارانی نیست، هیچ برکتی نیست، این دنبال یه چیز دیگری هست. این دنبال این هست که به اون قاطرها بره. این یه تیکه تاریخ دیگه من در همین راستا عرض بکنم که این هم جالبه در همین راستا، که ملاحظه بفرمایید انسان بایستی اهل عمل باشه. گاهی برخی تظاهر میکنن، وقتی باز میکنی این هیچی توش نیست. گاهی انسان یک به اصطلاح، حالا مثال بزنیم، یک گردویی که ظاهرانش دارش خیلی خوب، انسان باز میکنه ببینه پوکه، هیچی توش نیست. برخی تظاهرشون خوبه اما واقعیت هیچی توش نیست. این دین نیست. دین این هست که انسان داخلش، درونش، عنایت میفرمایید، درون و داخل انسان یا مثل ظاهر باشه یا بهتر از ظاهر باشه. این طوری بایستی باشه انسان. حالا یه شاهد دیگه تاریخی هم، اینم شنیدنیه، عرض کنم. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. فردا شب ولادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام. امام حسن مجتبی علیه السلام یه پسری داره به نام حسن مسنا. ایشون داماد امام حسین، فاطمه بنت الحسین همسر ایشون. از این همسر فاطمه بنت الحسین یک پسری متولد شده به نام عبدالله، بهش میگن عبدالله محض، چون پدر میرسه به امام حسن، مادرم میرسه به امام حسین. ایشون دو تا پسر داره، یکی به نام محمد نفس زکیه، یکی هم ابراهیم. دو تا پسر. خیلی این پسرهای متشخصی هستن، خصوصا محمد، هر دوشون یعنی، که قبل از سقوط مروانی ها منصور دوانقی با این محمد پسر عبدالله مز دو مرتبه بیعت کرده. دو مرتبه انقدر احترام میکرد که مهار اسبشو میگرفت مثل نوکر میکشید منصور دوانقی، و هر دوشونو کشت. منصور هر دوشونو کشت. خیلی داستانش مفصله تو کتاب ها هست. من فقط یه تیکه رو میخوام عرض بکنم که برخی از افراد قد ارعدو و ابرقو هستن و مع هذین الامرین الفشل. قرششون زیاده، تظاهرشون زیاده، اما توشون خالیه، خالیه. این ابراهیم که شهید با خمراست، با خمرا 16 فرسخی کوفه است، که دعبل خدمت حضرت رضا وقتی این اشعار خوند توش با خمرا هست، گفت و قبرون به ارض الجوز جان محلها و قبرون به با خمرا لدل قرباتی. این ابراهیم رو مردم عراق خیلی دوستش داشت، خیلی. هم شاعر توانایی بود، هم عالم بود،
هم به هر حال نوه حضرت مجتبی و امام حسین یه شخصیتی هست، آدم ادیب، آدم عاقل، دانا. ایشون در عراق زمان منصور دوانقی قیام کرد، عمده سپاهش هم مردم بصره بودند و از کوفه هم بود. منصور وقتی شنید ایشون قیام کرده، منصور هنوز بغداد رو نساخته بود، بغداد سال 42 شروع کرده به ساختمانش منصور، سال 42 تا سنه 158 هم سر کار بوده منصور. اونقدر ترسید منصور، چون مردم عراقشون رو میخواستن ابراهیم رو، که دیگه از سر سفره و قضا و زن و فر همه چیز گفت من باید تو این جنگ تکلیفم معلوم بشه. مردم عراقم طرفدار این آقا ابراهیم، قیام کردن. سپاه منصور از سپاه ابراهیم شکست خورد، شکست مفتزهانه ای. این جنگ در باخمرا اتفاق افتاد، سپاه منصور هزیمت کردن، برگشتن آمدن کوفه، یعنی شکست خورد سپاه منصور، رسما شکست خورد. که منصور گاهی میگفت این قول صادق هم، این که امام صادق میفرمود که بنی العباس قدرت رو در دست میگیره، ما که شکست خوردیم، که تموم شد قضیه، کار به اینجا رسید. ایشون یکی از روزها در جنگ عصری شده بود، ابراهیم دیگه جنگ داشت تمام میشد، دیگه شب که میشد تبل خاتمه جنگو میزدن برای فردا صبح. ایشون شدیداً تشنه شده بود، اومد کنار شط آب بخوره، همطور با اسبش خم شد تو شریعه آب بخوره، یک تیری آمد خورد اینجا تو این نهرش، اینجا توی چالی سینش، تا تیر خورد این آیه رو تلاوت کرد و کان امر الله قدرا مقدورا و شهید شد. شهادت ایشون همان و متفرق شدن سپاه همان و مسلط شدن منصور دوانقی بر اوزا همان، یه فرمانده شهید شد دیگه. سپاه منصور آمدند و ایشونو پیدا کردند، سرشو بریدند و آوردن کوفه. حدود 3 ماه طول کشید این ماجرا تا این جنگ خاتمه پیدا کرد. منصور فرستاد طباخش آمد، گفت من 3 ماه غذای درست نخوردم، امروز انواع غذاها رو برای من درست کن، من یه غذای سیری بخورم. طباخم اطاعت کرد و غذای درست کرد و اطرافی ها مرید ها اومدن سر سفره نشستن. همینطوری که خوب عنایت بفرمید، همینطوری که سر سفره نشسته بود، سر ابراهیم را آوردن، سر سفره آوردن. چیه هدف؟ چیه؟ من نمیدونم از این کارها هدف چی بوده. یک کسی که پذیرفته بود حق حکومت مال اینهاست، بیعت کرده بود، اما حالا قضا درست میکنه، دستور میده سر بریده رو بیارن سر سفره، آوردن سر سفره. و این نکته، رو کرد به اطرافیانش گفت این صاحب سر رو میبینید؟ گفتن بله. کیه این سر؟ ابراهیم پسر عبدالله محض، نوه امام حسن مجتبی. گفت که صاحب این سر میخواست ما رو از این قضاها جدا کنه. گرفتید مطلب رو؟ یعنی دنبال این قضاهاست، نه دنبال دینه. صاحب این سر ما رو میخواست از این قضاها جدا کنه. قد ارعدو و ابرقو و ما هذین الامرین الفشل. یه عده قرششون زیاده، میگن ما دین داریم، برقم میزنن، اما فشلن، تو خالین، هیچی ندارن. یه عده اینطور، یه عده هم افتادن تو اون لحظه آخر دارن جان میدن، دارن جان میدن.
مسلم ابن اوسجه تو میدان جنگ کربلا داره جان میده، داره جان میده. حبیب اومد بالا سرش، خیلی عجیب، بهش گفت که من میخوام وصیت تو بشنوم، ولو من خودم لحظاتی دیگه به تو ملحق میشم، اما اگه چیز داری بگو. همونطوری که داشت جان میداد اون لحظه آخر، اشار الی الحسین، گفت وصیت من از این آقا دفاع بکن. این ثبوتش مهمتر از اثباتش. به حسب ظاهر یه آدم معمولیه، یکی از مردم کوفه است، اما درونش اون باورها رو، اساسم آقا همینه، اون باورها رو داره، اون سرمایه اصلی رو داره. اونی که مطلوب از این رعد و برق آسمان، اون بارانه، اون بارانه که میاد آباد میکنه زمین رو، اونو انسان بایستی داشته باشه. ولی یه عده‌ای اثبات دارن، ظاهر دارن، اما باطن هیچی نداره، هیچ. میگه صاحب این سرمار میخواست این قضاها جدا کنه، ما هم همه جنگا رو کردیم و آدم کشی و این جنایت ها رو کردیم، بگه 4 روز از این قضاها بخوریم. عجب، انسان واقعا برای این آفریده شده، اومده تو دنیا که این 4 روز مثلا مرغ و مسما بخوره؟ که خب که چی؟ به قول یکی از دوستان ما، خدا رحمتش کنه، تکیه کلامش بود، میگفت سمم آزا. که حالا 4 سبوه هم ما خوردیم که کجا؟ با یار چه آرمیده باشی همه عمر، خوابی باشد که دیده باشی همه عمر. در آخر عمر رفتنت باید اگر لذات جهان چشیده باشی همه عمر. که چی؟ اگر انسان این رابطه رو با خدای متعال نداشته باشه، این میشه آخر عاقبتش. اما یه کسی مثل مولای متقیان آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه، امشب شب 14 ماه مبارک رمضانه، جزء 14 قرآن مجید سوره مبارک نحله، جزء 14، ملاحظه بفرمایید، آخرین آیه سوره مبارک نحل این آیه است: ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. من ترجمه کنم آیه رو: خدا با کسانی است که تقوا داشته باشن و خدا با کسانی است که کار خوب بکنن. اینا رو خدا رها نمیکنه، کسی که معش خدا هست رها نمیکنه. آقا آخرین جمله ای که از این دو لب امیرالمؤمنین شنیده شد و بعد این لبها بسته شد و دیگه تکلم نکرد، همین آیه آخر سوره نه. امیرالمومنین سلام الله علیه امروز روز 13 ماه مبارک رمضان بوده، رو کرد طرف راست جلسه، به امام حسن فرمود: پسرم چند روز از ماه رمضان گذشته؟ عرض کرد: بابا 13 روز. رو کردن این طرف به امام حسین، فرمودن: چقدر از ماه رمضان باقی مونده؟ عرض کرد: بابا جون 17 روز. فرمود: من انقریبن از میان شما میروم، من انقریبن دیگه میان شما نخواهم، نزدیکه من از میان شما برم. وقت آخرین کلام اینه، اینا هستن که ماندگارن. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خدا با متقینه، وقتی با متقینه اینا سقوط نمیکنن، اینها سر نمیخورن، اینها هیچ وقت به زمین نمیخورن. والذين هم محسنون، کسانی که کار نیک میکنن. اما یه عده فقط ارعدوا و ابرقوا، فقط قرش دارن و هی نمایش دارن، اما توشون خالیه. منافقین همینطور بوده، منافقین ظاهرشون خیلی ظاهر زیبایی بود، اما باطنشون خالی بود. امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت کنه که انشالله ما درونمون بهتر از بیرونمون باشه، یا مساوی باشه درونمون با بیرون. اجازه بده امشب، ما که فردا شب نمیتونیم روزه بخونیم، فردا شب شب ولادت روزه نمیخونیم، امشب بریم در خانه امام حسن مجتبی، از همینجا دلها رو متوجه بقیع بکنید. همینجا امام حسن کریم اهل بیت کریم، اول یه سلامی عرض کنیم.
سلامی عرض کن. السلام علیکم ائمت الهدایم. السلام علیکم اهل التقوام. السلام علیکم ایها الحجج على اهل الدنيا. السلام علیکم ایها القوام فی البریت بالقسط. السلام علیکم آل رسول الله. ای بقی، ای مزار سوت دلان، جان به قربان اشک زوارت. آرزو دارم ای بقی هر سال سر گذارم به روی دیوارت. بدن برادر امام حسین گذاش میان قبر. حسن جان برادر غارت زده منم که کنارت نشستم. مال کسی رو که دارن بیان غارت زده، اما فرمود نه، غارت زده منم که کنارت نشستم. غارت زده منم که زداقت شکستم. آخه غارت زده منم که تو را خاک میکنم. با عشق چشم، چقدر گریه کرده امام حسین تو این قبر، با عشق چشم خون ز تنت پاک میکنه. نمیدونم آقا امام سجاد کنار قبر عمو بود، میشنید تو قبر بابا با عمو چی میگه. میگه برادر ولیس حریبا من اصیب بمالهی ولیکن من وارا اخا حریبو. غارت زده کسی نیست که مالشو برده باشه. غارت زده منم که با دست خودم تو رو تو قبر گذاشتم. همین جملات و زین العابدین تو قبر بابا گفت. بنی اسد گوش کردن دیدن، میگه بابا اما حزنی فسرمد اما لیلی فمسهر. بابا دیگه قصه من تمام نمیشه بابا، شهادت تو خواب از من رو بوده. اینا رو میگفت عشق میریخت. اینایی هم کنار قبر ایستاده بودن میگریدن. یه وقت دیدن صدای آقا قطع شد، نگاه کردن دیدن صورت و بان رگهای بود. وزا خد على نهر الشريف أبت وقتلوك وما عرفوا ومن شرب الماء ملوك. صلى الله عليك يا أبو عبد الله.
بسمك الله العظيم العظم يا الله.